أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحيانا القرائن المختلفة عندما تجتمع توجب القطع للإنسان. النواب الأربعة هكذا من وصول رسالة من الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف إليك إلى كل واحد واحد منهم، وإيصال رسائل الناس إلى الإمام وإيصال الجواب، ثم أنهم كانوا ثقات. يعني إذا فد شخص جنابك تعرف أنه ثقة، إذا قال لك أنا عندي وكالة من فلان المرجع ما تحتاج إلى دليل، تقبل منه لأنه ثقة. قول الثقة عند العقلاء معتبر منجز ومعذر. من هذه المجموعة من القرائن حصل القاطع للجميع في زمانهم بأنهم نواب خاص للإمام عليه السلام. سلام عليك، سلام عليك. چرا شامل نمیشه؟ نه ببینید، یه وقت دو تن گندم مقابل دو تن و نیم، این رباس. یه وقت نه، دو تن گندم میده مقابل دو تن نیم تن دیگه، ولو در ارتکاز، ولو تو لفظ و زبون نیارن، نیم تن دیگه مقابل اون زحمتایی که میکشه. نه اشکال نداره، این روانی. ها فرق میکنه، فرقش هم اینه که کمتر و بیشتر میشه. مشهور تو ذهنمه که اینه که قبل حساب میکنن، اما بله، اما یعنی خرجایی که میکنه، اما جماعتی هم نه، گفتن نه بعد. محل تو عروه داره مسئله در کتاب زکات، فقها هم مختلفه. بله در زکات و خمس، چون روایات داره که به مؤمن داده بشه. من الان این که شما میفرمایید بعضی ها گفتن شرطش ایمان نیست، الان تو ذهنم نیست از معروفین فقها ها کسی گفته باشه. شرطش اینه مؤمن باشه، اونی که بهش زکات میدن و اونی که بهش خمس میدن. بله در مؤلفت قلوبهم لازم نیست حتی مسلمون باشه، اون در مؤلفت قلوبهم، اما در فقیر، در مسکین، در اینها، در غریم یعنی مدیون، اینا داره که مؤمن باشه. این میدونم این اجتهاد حضرت عالیه، تو قرآن هم دو جور ذکر شده، اما روایات خاصه داره که مؤمن بالمعنی الاخص در زکات و در خمس. ببینید فقها هم همین رو فرمودن. این که میفرماید بعضی گفتن شرطش نیست، من الان از فقهای معروف کسی تو ذهنم نیست که اینو قائل باشه.
الجنینه زخاف و عمده دوستان دیده شد دو تا رکت بچیکه میشه این دو تا بگه هر دو مرده برشون بشه هر دو بگه پاک بشه این که اومدن فرد خودشن در بیا بگم که اگر نون داشته باشه پاکه و رجیز نیست و اگر نون داشته باشه حرام و جای دیگه بخوره این فرق هست که دومده روایت خاص داره یه روایت خاص داره که این فرق رو گذاشته و اینجور تو ذهنمه معنی جماعت اینجور برداشت کرده چی؟ نه اگر روایت خاصه دیگه اخص مطلقه اشکال نداره چیان؟ ای مجفیر لا لا لازم ثاني مرة مثل ما زيد يطلب شيء ينطل عمرو مو ينطل زيد الروايات الخاصة أكدت على اشتراط الإيمان يعني إذا أعطاه الطرف ما يملك ما يملك بله مثلا شاعر فرمود که سله تو سله درست ما سله انقضا صدا اما بعضی ها میفرمند که خود همین سله حکم هم لفظ هم حکم نظر از اتحادش ببینید حکم یعنی یکی از این پنجتا واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح موضوع یعنی اون چیزی که واجب برش اومده صلات، صوم، نمیدونم شرب خمر که حرمت خوشش اونا موضوعه وقت به نتیجه ظواهر حجت هر قد لفظ ظهور در موضوع داره فبها ظهور در حکم داره فبها ظواهر حجت حکمه نه نه صله نه ظهور امره امر ظاهر در وجوبه در ظاهر در وجوب یعنی حکم امر ظاهر در وجوبه یعنی حکم وقت صلات چیه اونو از دلیل دیگه ما باید استفاده کنیم فرمودن صلو کما رأیتمونی او صلی اونی که پیغمبر صلی الله علیه و آله انجام دادن صله اونه لفظی است که ظهور در حکم داره ظواهر حجت همین آره خب امرشون امر حکمه بله یعنی حکم از لفظ استفاده شده آخه حکم گاهی از عمل معصوم استفاده میشه گاهی از تقریر معصوم گاهی از لفظ معصوم قول علیکم السلام چیکار میکنه؟ حضرت زهرا رو وقتی دفن کرد مرمت کلین آمده سوال کرد از خدا و دین کتاب و پیمبر اینا جواب بود بعد از امام سوال کرد هم بود حاضر حجیبی خوشید بله حالا اینا درست کرد عیبی نداره منافات نداره امیر المؤمنین صلوات الله علیه روایت داره مشغول تغسیل پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بودن شیطان اومد به حضرت امیر علیه السلام عرض کرد یا امیر المؤمنین مگه پیغمبر نجس شده که داری غسلش میدی آخه تغسیل میت برای اینه که میت مسلمون با موت نجس میشه و غسلش میدن طاهر میشه شیطان به حضرت امیر عرض کرد مگه پیغمبر نجس شده چرا داری غسلش میدی؟
امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمودند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله طاهر المطهر حیا و میتا، فقط این حکم تغسیل را خودشون فرمودن، برای همه بر خودشون هم جاری میشه. حالا سؤال نکیر و منکر در قبر بر همه هست، بر مثل حضرت زهرا سلام الله علیه همجور که روایت داره، این یه چیز از باب با قول عراقی ها، عربا میگن روتین، نمیدونم مالا فارسی چی میگن، یه چیز روتینه. بله اشکال نداره، مانعی نداره. بله همینجور ببینید، قدرت از شرایط همه تکالیفه. غسل میت، تیمم میت، تطهیر بدن میت اگه متنجس باشه، اینا قدرت. اگه قدرت نیست هیچ برداشته میشه این حکم. نه این تیمم نیست، نه تیمم اگه نمیشه بدن ساقطه، مثل غسل وقتی که نتونن بدن ساقطه، هر رو مثل حنوط اگه نشد بکنن ساقطه. تمام تکالیف مقید به قدرت، وقتی قدرت نبود یا قدرت شرع عقلی نبود نمیشد، یا قدرت شرعی نبود میشد اما حرج بود، ضرر بود، عسر بود، تکلیف مرتفعه. همین هیچ تکلیفی نیست دیگه، تکلیفی نیست، تکلیف مرتفعه. اینه که بعضی هم میگن مرتفع، از نظر لغت عرب این درست نیست، مرتفع چون فعل لازم اسم مفعول نداره، مثل قامه میمونه، اسم مفعول نداره. ارتفع فعل لازمه، متعدی نیست، متعدی اسم مفعول داره، لذا مرتفع غلطه، مرتفع باید گفت. در کجا؟ در غسل مثل میت. ببینید تمام در غسل مثل محل خلافه، اما اغسال دیگه این آدم غسل که کرد وقت میتونه نماز بخونه، میتونه دست به قرآن ببخشید، نه باید وضو بگیره تا دست به قرآن بتونه بذاره. تمام اغسال چه واجب چه مستحب لا یکفی عن الوضو بنا به قول مشهور فقها. حالا یه قول دیگه هست غیر مشهور، یعنی از شیخ مفید بگیرید تا حالا در صد تا فقیه ده تا قائل نداره که نه غسل هایی که معتبره چه واجب چه مستحب این یغنی علی الوضوع. و چشم اینه یه روایت صحیحه داره، ایو وضوع الانقا من الغسل، سندش صحیحه. چند نفری هم از فقها بهش عمل کرده، با قول صاحب جواهر و شیخ انصاری و یه عده دیگه مشهور فقها اعراض از این ظهورش کرده، لذا و حجیت نداره، بنابراین که اعراض مشهور مسقط حجیته.
نه اینا همش تعبده دیگه. بله لا اشکال داره که تعبده، لهذا قصد قربت میخواد. در تیمم خلاف هست، خلاف عظیم بین فقها. یعنی اینجور نیست که یه طرف شهرت عظیمه باشه یه طرف نادر باشن از فقها، در اینکه این مبیحه یا رافعه. خیلی ها گفتن، منم برداشتم اینه به خاطر چند تا روایت که التراب و احد الطهورین و امثال اینها که تیمم حکم غسل را داره، تیمم حکم اون وضوع رو داره، یعنی رافع حدثه. بله اگر به خاطر ضیق وقت و اینا باشه مادامی رافعه نه مطلقا. تو تاریخ من دو جا دیدم، یکی یک شخصی جلو معاویه این سوره رو خوند و برایت الناس یخرجون من دین الله افواجا. معاویه بهش گفت یخرجونه نیست، یدخلونه است. اون به معاویه گفت که زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله یدخلونه فی دین الله بودن، اما زمان تو یخرجونه. یکی دیگه در زمان حجاج مقابل حجاج این یخرجونه خوند، اونم همینجور گفت، گفت عمدن یخرجونه خونده. تو تاریخ اینجور داره، اگر نه خود آیه یدخلونه است. نه روایت معصوم نیست، تاریخ اینا تاریخ. مسئله مکرر مطرحه در متأخرین، اما متقدمین خب مطرح نیست، روایت خاص هم نداره. ما هستیم و لا ضرار، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. جماعتی از فقها ها گفتن لا ضرار صدق میکنه، یکشون هم مرحوم اخوی رضوان الله علیه مکرر از موارد در فقه گفتن بله این غرامت به گردن اونه، اگه هرچی خرج کرد یا ضرر کرد به گردنشه. بعضی فقها هم گفتن نه، چون دلیل ما نداریم لا ضرارم نمیدونیم شامل این بشه یا نه. نه گفتن زحمت کشید و خدا ثوابش میده، اما حق نداره غرامت از اون بگیره، محل خلافه. نه مسئله اینه لا ضرار سعش چقدره، اینجور موارد را شامل میشه یا منصرف از این موارد. یعنی اینه که لا ضرار معناش اینه اگر زید به عمر ضرر زد اونو ضامنه، اما اگه زید به عمر گفت برو این طلبی که از من داری از فلان کس بگیر، این رفت ضرر کرد، نه اینکه زید ضررش زده باشه، آیا این ضرر را هم زید ضامنه؟ این خلافه.
که آیا لازرار از نظر ظهور عرفی سعش چقدره؟ همین، ببینید قدری که مسلمه و اجماعیه، اون جایی که خود این شخص ضرر زده باشه. اما اگه این شخص ضرر نزده، شرایط سبب ضرر شده، این محل خلافه. مقابله ایشون یه عظیم ور شهر تا اون ور شهر، یه صبح تا ظهر عمرش تلف شده، ماشین گرفته، خرج کرده، رفته اومده، یا اینکه این خرجایی که افراد در دادگاه ها میکنن برای اینکه حقش رو در بیاره، آیا حق داره این خرجا رو از پای اون مدیون بذاره؟ اینا محل خلافه. نه، ببینید خلاف در اینه که لازرار یعنی چی؟ آیا معناش اینه من ضرر نزده باشم؟ خب من ضرر نزدم، اما معناش اینه که من کاری کرده باشم که شرایط جوری بوده که اون ضرر دیده. آیا اینم لازرار میگرفتش یا نه؟ اینا رو جماعتی، یکشون علامه مجلسیه، یکشون از عبدالله شبره، که دیگه که من دیدم مرحوم اخویه، اینا گفتن اینا مراتب نسبت به افراد فرق میکنه. اون کسی که در اوج ایمان و تقواست مثل سلمان و ابوذر و اینا، اونی که نه در این اوج نیست، آدم عادیه، نه معلوم نیست شامل اونا باشه. روایاتش مطلقه، غالبا هم این روایات برای احکام اقتضایی الزامیه اعتبار نداره، فقط اینا برای لا اقتضاییاته، برای مستحب و مکروه و ایناست. لهذا فقهام غالبا وقت صرفش نکردن. ثواب الاعمال صدوق، عقاب الاعمال صدوق، ده ها از این روایات. حالا کل دیگه اینجور همین جماعتی که مرحوم اخوی همین رو گفتن اطلاق ضرار شامل میشه. اونایی که قبول نکردن، که شد غالبا قبول نکردن، گفتن واسه که ضیقه کلمه ضرار سعه نداره، اینقدر ضرار همینقدر بیشتر دلالت نداره که کسی ضرر این زده باشه، زید به عمر ضرر داده باشه، نه اینکه شرایط یک جوریست که زید وقتی که عمر را فرستاد پی اینکه طلبش رو بگیره، در اثر اون شرایط عمر ضرر دید. نه آخه سبب، میگن اون سبب نشده، شرایط سبب شده، شرایط سبب شده. خود چیکار کنه؟ اینم آخه اینم چاره نداره، این چیکار کنه؟ نداره پول. علا کلن این فرمایش شما، فرمایش اینایی که اینجور میگن مثل مرحوم اخوی، اونا هم نپذیرفتن اینا، ولی نتیجه استظهار در کلمه ی ضرار فرق میکنه.
موظف که یعنی واجب باشه نه، اما بخوایم نتیجه بگیریم دنیا و آخرت آها خوبه خوبه. بله بله بله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. گرفتار شدید پتیلی دیگه خیلی محسن سلامت بخواهد.